هند دومین کشور پر جمعیت جهان است. در حال حاضر حدود یک میلیارد و پنجاه میلیون نفر جمعیت دارد که نزدیک به دویست میلیون نفر آن را مسلمانان تشکیل میدهند. در ماه اخیر کشور هند شاهد افزایش مستمر و هدفمند اسلام ستیزی علیه جامعه مسلمانان این کشور بوده است. هر از شنگاهی خبری در رسانه های محلی هند منتشر می شود که از شدت گرفتن دامنه درگیری و اختلاف میان مسلمانان و هندوها در کشور هند حکایت دارد. از اعدام بدون دادگاه در اتار پرادش هندوستان که به خاطر اقاید گاف پرستانه در این کشور شایی است تا بحث و جدال بر سر حجاب در کار و صفهای نمازگزاران در گروگرام و نیز آینهای مذهبی مسلمانان به موضوع و دستمایهی برای تحقیر آنها توسط اکثریت هندوهای در قدرت بدل شده است. در حقیقت روند نگران کننده هدف قرار دادن آینهای مذهبی مسلمانان و به هاشی راندن هویت مسلمانان تلاشی جهت منزوی ساختن این اقلیت مذهبی در کشور هندوستان می باشد. آنچه بدیهی می نماید این است که جامعه هندوستان با توجه به سخرانی های نفرت برانگیزی که توسط رهبران جریان اکثریت هندو علیه مسلمانان ایراد می شود در پرتگاه افتادن به ورته و چالش نسل کشی بین اقلیت ها قرار دارد و شاید به گفت چند سانتیمتر بیشتر از آن فاصله ندارد. طبق گزارش شاخص دموکراسی ای, ای ایو 2021 ناکامی دولت هندوستان در سرکوب کسانی که رفتارهای نامناسبی با سایر اقلیتهای مذهبی دارند باعث شده تا این مسئله تأثیر زیادی بر شاخص دموکراسی این کشور داشته باشد و به میزان قابل توجهی آن را کاهش دهد. شرایط در این کشور به گونه ای شده که کشوری که در سطح جهانی به خاطر داشتن تنوع فرهنگی و سنتی و مذهبی بسیار زیاد شهرت داشت اکنون به مرکز جهانی جنایت علیه مسلمانان و تنفر از اسلام و اسلام ستیزی بدل شده است. آنچه همکنون در این کشور آشکار است قانونی نانوشته می باشد که طی آن باید هویت مسلمانان و مناسک دین اسلام مهار شود و آنها جایگاهی در فضای عمومی نداشته باشند. این هویت خواه توسط یک دانش آموز محجبه در فضای آموزشی باشد یا یک مرد مسلمان در حال نماز خواندن در نقطه ای دور از انظار عمومی هر دو باید بر اساس این قانون نانوشته و فرمان غیررسمی مورد بازخواست و توبیخ قرار گیرند. سعید بهاری اخبارشیه